نکته ای که خدمت جمع روحانی ارز کنم از من تو بحث آزادی و نکاتی که جنابالی اشاره کردی در رابطه با سیاست داخلی من خاطرم از سال 82 که بنده فرمانده نیرو انتظامی بودم جنابالی دبیر شورالی امیت ملی بودین اگر بعد حوادث هجده تیر یا تو هست هر سال به مناسبت سالگرد حمله به کوی دانشگاه به هر حال دانشجوها مراسم میگذاشتن داخل دانشگاه و بیرون دانشگاه که جلسه که خدمت جناب بودیم اونجا بنده موافق این بودم که اجازه بدیم دفتر تحکیم وحدت که به حال می‌خواد برای 18 تیر مراسم بگیره بگیره این مراسم رو من خاطر از جناب اونجا اشاره بین میکردیم که بابا دنبال دردسری ول کن چه مجوزی میخوام بهش بید. حالا به حال اینا این کار انجام نشه بنده اونجا اصرار داشتم که ما اجازه بدیم دانشجو حرفش رو بزنه ولی در چارچوب قانون من خاطرم هسته میخوام اسم ببرم یکی از اعضای دفتر تحکیم وحدت که الان خارج از کشوره او روز اومد من دنبال کردم نهایتا با اصرار اون روز قبول شد که اینا یک تجمع در دانشگاه تهران بذارن ولی قانون رعایت کنن قانون تجمعات که جنابالی از من مسلطترین من نمیخوام توضیح بدم یک بحث اینجا این هست که به حال وقتی که خودمون در مسئولیت هستیم همین نگاه رو با آزادی داشته باشیم که وقتی در منظر منتقد به موضوع هستیم لذا خب به هر حال به نظر من او زمان حق بود که البته من پیگیری موضوع رو او زمان کردم یا در شورای امنیت کشور در سال 82 اگر خاطر جنابالی باشه در شورای امنیت کشور در وزارت یک جلسه برگزار شد بنده معتقد بودم پشت حوادثی که سال 82 20 روز 25 روز توی خیابون بود واقعا حوادثی که در کوی خوابگاه کوی دانشگاه اتفاق افتاد یا حوادثی که در خوابگاه ترشت علامه اتفاق افتاد که نیرو انتظامی تمام قد جلو و شخصی های استاد و برخورد کرد و اون شب مجروح هم با اونجا دادیم و اجازه ندادیم که حوادث سال 78 تکرار بشه بنده در اون جلسه معتقد بودم این افرادی که پشت صحنه هستند دانشجوها نیستن بعضی از اعضا تو جلسه اصرار کردم که اگر این گونه هست و کوی دانشگاهی مشکلات داره شما میدونید که طبق قانون باید به نیروی انتظامی مجوز ورود بدم مود دانشگاه خب اون موقع من با اصرار این مجوز ورود رو با اصرار من گرفتم چرا من اصرار کردم چون من مطمئن بودم بعضی از افرادی که تو این جلسه هستند خود اینا در یه حوادث نقش دارند. نه دانشوی توی کوی خوابگاه دانشگاه و اون شب شما دیدید وقتی این مجوز داده شد من به همه کارکنان گفتم شما مطمئن شد. اون شب هیچ اتفاقی نمیفته و هیچ اتفاقی نیفتاد خاطر جنابالی هست در مجلس ششم بنده جنابالی وزیر علوم وزیر کشور وزیر اطلاعات در مجلس ششم رفتیم اونجا توضیح داریم برای موضوعات موقعی که من صحبت می کردم حتی یکی از نمایندگان مجلس که بنده مستند داشتم دخالتی در این حوادث داشت اون روز اونجا وقتی من صحبت کردم وسط صحبت نوارش هست بلند شد گفت که فلان شما منظور منم من به شما عرض کردم که نه منظورم شما نیستی ولی یه زبر به کار بردم چون خودش میدونست که چه نقشی رو در پشت حوادث داره بعد شما اخیرا دیدید که بی بی سی و وی اومدن حرف من رو در دانشگاه صنعتی شریف متاسفانه توسط یکی از سایت‌های داخل کشور که من نمیخوام اینجا اسم ببرم بخشی از صحبت‌های من رو حذف کردن و اومدن گفتن قالیباف اومده اینجا داره دوگانه برخورد میکنه از غذا من دوگانه برخورد نکردم من با حق دفاع کردم در یک جلسه در دبیرخونه گفتم باید اجازه بدید دفتر تحکیم بیاد اظهار نظر کنه در چارچوب قانون در یک جلسه هم در مجلس شورای اسلامی به صورت جلسه رسمی ولی غیر علنی و در جلسه‌ای که در شورای امنیت کشور در وزارت کشور تشکیل شد میدونستم حواظه پشتر این گونه است به نظر من خوبه آه. که ما وقتی از حرف از آزادی میزنیم دانشجو میزنیم اقوام میزنیم چه اون زمانی که در قدرت هستیم بنده خودم به عنوان فرمانده نیروی انتظامی همین شعن و برای دانشجو و اقوام قائل باشم امروز هم که در مسئولیت اونجا نیستم این شن رو, رو قاید دکتر غالیباف خیلی من تعجب بکنم دیگه حالا آمدن مثلا درست رقابت که ما باید رقابت کنیم همه با هم ولی نه اینجوری ببینید آقای دکتر غالیباف اینا خیلی من دلم نمیخواست بگم ولی شما من ناچار کردید اونجا بحث این بود شما میگفتید دانشجو بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم ما میگفتیم راه این نیست راه این نیست که ما مجوز بدیم بعد گازنبوری بیایم اینا رو دستگیر بکنیم راه اینه از ابتدا بیاییم به اونها بگیم یا مجوز نیست یا اگر مجوز است بیان کار خودشون انجام بدن تظاهرات کنن مبدا معلوم باشه انتها معلوم باشه و از اون بالاتر من راجع به چند کلانتری تهران به شما گزارش دادم گفتم بعض اینجوریه شما چی به من جواب دادید؟ من نمیخوام اینجا بازگو کنم دیگه شما به من گفتید کل آدم های سالم من این تعدادن عددش من کاملا تو حافظه من هست شما بر نگردید به بحث های اون زمان حرف برای گفتن ما خیلی داریم این سینه پر است از مسائل فراوان اینجا جای بازگو کردنش نیست و رقابت هم بذارید دیگه رقابت سالم و درست و دقیق باشه اینجا اما مسئله ای که صحبت مطرح دارم دارم شد اله... که اله... اله سیاست داخلی, نه... داخلی یا سیاست خارجی آقای دکتر روحانی آقای دکتر قالیباف نکته ای دارن بگن بعد جناب تو بحث سیاست داخلی است من توضیح بدم اگه میخوان ببینید سیاست خارجی بد بگم آقای قالیباف میگن که راجب اقوام الان صحبت میکنیم اون وقت که هم که در قدرت بودیم همون جور این کار بکنیم راجب اقوام چه اقدامی شورای عالی امنیت ملی علیه اقوام کرده جز این که هموار توصیه شورا بر این بوده که حقوق حقه همه اقوام مورد مراعات قرار بگیره جز این بوده که اگر یه موردی یک معموری حالا هر که بوده از ناجا بوده یا از هر کجای دیگری بوده اگر موردی اتفاق می افتاد که صحیح نبود شورای عالی امنیت ملی باش برخورد می کرد شما این حرفی که می زنید اتهام بزرگ دارید به شورای عالی امنیت ملی می زنید که میگید شما وقتی که در اونجا بودید اینجوری عمل می کردید حالا اینجوری می گید نه خیر ما از بنده فردی هستم که از ابتدای زندگی سیاسی مسیرم روشنه هیچ وقت پادگانی فکر نکردم هیچ وقت پادگانی عمل نکردم من جزو افرادی هستم که حقوق خوندم من سرهنگ نیستم من حقوقدان هستم بنابراین حواسمون جمع باشه چگونه ما سخن میگیم چگونه ما حرف میزنیم اگر لازم باشه اطلاعات هرچه لازم باشه من الان تو حافظه دارم بگم شما اینجوری برخورد نکنید با یک مسئله که من دارم میگم آقا سیاست من اینه با همه اقوام و اقلیت ها طبق حقوق شهروندی مساوی برخورد کنیم اون وقت شما من میگم آقا آزادی بیان باید دنبالش باشیم شما میگی من دنبال آزادی بیان نبودم من که در زمان شاه روبروی شاه ایستاده بودم بعدش هم در تمام موارد روبروی افراتیون همیشه ایستادم من که همیشه طرفدار آزادی بیان بودم من که همیشه مخالف افراط و تفرید بودم من که خطم همیشه اعتدال بوده چرا اینجوری شما بحث میکنید اینکه شیوهش نیست حالا اگر بنا به اینجور شیوه باشه که ما حرف زیاد داریم برای گفتن خیلی متشکرم